سلام، من هانا هستم و به کانال نقاشی من خوش اومدی. تو این ویدیو میخوام نحوه طراحی این آناتومی رو به روش خیلی آسون یادت بدم، پس آخر ویدیو همراه هم باش. خطوط کلی رو میام با مداد هاشبه اجرا میکنم و میام این آناتومی رو به روش کل به جز میرم، یعنی شروع میکنم اول اندام رو به حالت مخروطی و خشک میکشم و بعدش وارد جزئیاتش میشم. وقتی نگاه میکنم به این حالت ایستادن این مدل، متوجه میشم که فرم کلیش به صورت منحنی هست، یعنی بالا تنه رو کامل من انحنا میدم و پایین تنه قسمت پاها اون انحنای کم میشه و حالت مستقیم و راست به خودش میگیره. تو این قسمت اون پایی که توی پرسپکتیو قرار گرفته و از ما دورتره یه مقدار کوتاه‌تره، ولی این یکی پای که به ما نزدیک‌تره طبیعتاً یکم بلندتر میشه. یعنی حالا وقتی کفشش رو بکشم این کوتاه بلندیش کاملاً مشخص میشه. دستاشم دوستان توی حالت مخروطی وقتی میخواید بکشید، دقیقاً دست از روی خط سرشونه شروع میشه، یعنی دقیقاً از اون کنار اون خطه باید بکشید دستو. خب اینجا دیگه کارم با مخروطی کشیدن تموم میشه و شروع میکنم عضله ها رو میارم روی این حالت مخروطی و خشک. شروع میکنم روی پایین تنش کار کردن. فاقشو میکشم و از کنار فاق عضله های رون میاد به سمت زانو. یه نکته رو بگم بهتون، حالا این حاصل تجربه خودم بوده ها توی این مسیر یادگیری طراحی، اینکه وقتی که میخواید وارد جزئیات کار بشید و شروع میکنید به کشیدن جزئیات، اینطوری بهتون بگم که یک چشمتون به کلیت کار باشه، یعنی اصلا از کلیت کار، از حالت اون کلیت طرحی که دارید میکشید غافل نشید، برای اینکه یه موقع انقدر وارد جزئیات میشه همش به ریزه‌کاری ها دقت میکنید که اصلا از اون کلیت غافل میشید، یهو کارتون تموم میشه بعد برمیگرد میبینید که کلی فرق داره اون طرحی که شما کشیدید با طرح اصلی، به خاطر اینکه کلیت کار رو چک نکردید، به طور کلی مدام بهش نگاه نکردید و فقط رو جزئیات وقت گذاشتید. میخوام لباسش رو روی این بدنش بکشم. میام خطوط اضافه‌ای که قبلا کشیده بودم، خطوط طراحی و اون حالت مخروطی بدنش رو، میام اینا رو پاک میکنم و شروع میکنم لباسش رو کشیدن. از کمرش شروع میکنم، اون چینایی که زیر سینه افتاده به خاطر حالت این ایستادن این مدل، یه سری چین و چروک روی لباس افتاده، همه اینا رو با دقت تمام من اجرا میکنم.
میام یه سری سایه هایی رو میزنم، در واقع سایه های لایه اول هستش که با همون مداد هاشبه میزنم. دوستان تمام تیرگی رو من سعی نمی‌کنم که توی همون مرحله اول بهش برسم، یعنی اون تیرگی که میخوام و با تکرار لایه ها به دست میارم. با یه قلمو این سایه هایی که زدم و یه مقداری محوشون میکنم، میخوام حالت دوندون بودن و برفکی این تر هم از بین بره. میتونید این کارم نکنید، ولی من خودم ترجیح میدم یه مقدار سایه ها نرم و لطیف باشن. اینجا از یه مداد بشیش استفاده میکنم برای ایجاد سایه های تیره تر و اون قسمت هایی که حس میکنم مشکی مطلق هستش. برای اینکه کارم یه مقدار عمق پیدا بکنه، این قسمتی از سر هم که روشن‌تره، الان سمت راست بدنش از طرف خودمون یه مقدار روشن‌تره، واسه اینکه اینجا یکم عمق و بُعد پیدا بکنه، من میام با همون مداد بشیش این سمتو تیره میکنم. میخوام تر هم مشخص بشه رو صفحه. خب اینم از این آموزش. اگه از این ویدیو خوشت اومد، ممنون میشم با لایک و سابسکرایبت از کانال من حمایت کنی.